سرخط خبرها و مهمترین ها، یک سازمان خیریه قطری برای 500 کودک یتیم در هلمند شهرک می سازد. مقام های طالبان، ترکمنستان و قزاقستان درباره اتصال شمال آسیا به جنوب آسیا گفتگو کردند. عضو با سابقه جمعیت اسلامی مسعود نوبار کوشید ربانی را از ریاست دولت اسلامی منصرف کند و همچنان در پایان بالاخره جهان به فراخوان احمد مسعود لبیک گفت. مشروع خبرها رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داد که کار ساخت یک شهرک برای 500 کودک یتیم در نزدیکی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند آغاز شده است. طالبان گفته این شهرک با کمک مالی بنیاد خیریه شاهی قطر به صورت مدرن و اساسی ساخته می شود. طالبان جزئیات بیشتر درباره این شهرک و هزینه آن ارائه نکرده است. هرچند آمار دقیق درباره کودکان یتیم در افغانستان در دسترس نیست، اما سخنگوی وزارت شهدا و معلولین طالبان در ماه قبل سال گذشته اعلام کرد که 20378 یتیم بیوه و معلول در این وزارت ثبتند. در 20 سال جنگ طالبان با حکومت پیشین افغانستان شمار زیاد از غیر نظامیان و افسران کشته و معلول، بسیار از زنان بیوه و شمار زیاد از کودکان یتیم شدند. مقام های طالبان، ترکمنستان و قزاقستان درباره اتصال شمال آسیا به جنوب آسیا گفتگو کردند. وزارت صنعت و تجارت طالبان از برگزاری نشست این گروه با مقام های ترکمنستان و قزاقستان در کابل خبر داد. این وزارت گفته که در این نشست درباره اتصال شمال آسیا به جنوب آسیا و کاهش هزینه های ترانزیتی و حمل و نقل گفتگو شد. جزئیات این گفتگوها منتشر نشده، اما در خبرنامه وزارت صنعت و تجارت طالبان آمده است که درباره ایجاد کمیته مشترک فنی برای ادامه گفتگوها میان طالبان، ترکمنستان و قزاقستان توافق شده است. در این نشست وزیر صنعت و تجارت طالبان، معاون نخست وزیر قزاقستان و معاون رئیس جمهور ترکمنستان حضور داشته است. پیش از نشست سه جانبه مقام های طالبان با هیئت های ترکمنستان و قزاقستان نشست های دو جانبه داشتند. در این نشست ها نیز در مورد روابط اقتصادی ترانزیتی رایزنی شده است. عضو با سابقه جمعیت اسلامی مسعود نوبار کوشید ربانی را از ریاست دولت اسلامی منصرف کند. برهان امیری از اعضای سابقه دار جمعیت اسلامی در مقاله به مناسبت 8 سال برخی از وقایع 11 منازعه افغانستان از سال 1371 تا 1380 را روایت کرده است. او در این مقاله نوشته است که مچو مسعود حداقل 9 بار کوشید که برهان الدین ربانی را از ریاست دولت اسلامی منصرف کند. در بخش از این مقاله آمده است که مچو مسعود با وجود احترام به برهان الدین ربانی حداقل 9 بار تلاش کرد آقای ربانی را به کنارگیری از ریاست جمهوری متقاعد کند. به نوشته برهان امیری، آقای مسعود ترجیح میداد ریاست جمهوری را به یک پشتون معتدل واگذار کند تا زمینه برای برگزاری انتخابات فراهم شود. این مقاله با عنوان سیر تحول و منازعه قدرت و تلاش برای پیدا کردن رای حل از آغاز سال 1371 تا آخر سال 1380 در صفحه فیسبوک برهان امیری منتشر شده است. جبهه مقاومت جهان به جای ابراز تأسف اقدامات بازدارنده علیه طالبان انجام دهد. جبهه مقاومت با گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان داده و از کشورها خواست تا با نقض حقوق بشر توسط طالبان برخورد جدی کنند. این جبهه گفت که جهان به جای ابراز تأسف و ادامه مماشات علیه طالبان اقدام بازدارنده کند. این جبهه با نشر بیانیه در شبکه ایکس خود از گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا استقبال کرده و دامنه نقض حقوق بشر را گسترده دانست. با گفته این جبهه، نبود سازمان‌های ناظر حقوق بشر در افغانستان امکان آگاهی از دامنه واقعی نقض حقوق بشر در این کشور را گرفته است. جبهه مقاومت نوشت که کشورها به جای ابراز تعصب و ادامه سیاست مماشات و تعامل با دشمنان، ارزش‌های جهان شمول حقوق بشری و با توجه به تعهدات اعضای جامعه جهانی به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، اقدامات جدی و عملی بازدارنده را علیه این گروه روی دست بگیرند. در بیانیه جبهه به موارد شکنجه و قتل و تجاوز و تعرض جنسی طالبان در افغانستان اشاره شده است، مواردی که در گزارش وزارت خارجه آمریکا که این هفته انتشار یافت نیز بازتاب یافته است. در بیانیه جبهه به موارد شکنجه و قتل و تجاوز و تعرض جنسی طالبان در افغانستان اشاره شده است، مواردی که در گزارش وزارت خارجه آمریکا که این هفته انتشار یافت نیز بازتاب یافته است. روز گذشته جبهه آزادی هم در واکنش به این گزارش خواستار مداخله بشردوستانه برای پایان دادن به حاکمیت طالبان در افغانستان شد. خطر تروریسم پشت مرزهای ایران و پاکستان. در جنگ حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی از جمله آمریکا با طالبان، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران حامی طالبان بودند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران
برای یک سفر دو روزه به پاکستان رفته بود و با مقام‌های ارشد این کشور از جمله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. در بیانیه مشترک رئیسی و شهباز شریف که پس از این دیدار منتشر شد، دو طرف ضمن تأکید بر گسترش روابط دو جانبه و تبادل نظر در مورد مسائل منطقه و جهان از تهدیدهای تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه که وزارت خارجه پاکستان منتشر کرد، آمده از هر دو طرف تایید کردند که با کمک برای توسعه افغانستان به عنوان یک کشور صلح‌آمیز متحد مستقل و عاری از تهدید تروریسم و قاچاق مواد مخدر متحدند. همچنین با توجه به استقرار سازمان‌های تروریستی در افغانستان که تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان است، بر لزوم تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، امنیت و تشکیل یک جبهه متحد در برابر تروریسم تاکید کرده است. بر اساس این بیانیه، در این نشست به امنیت هماهنگی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای اطمینان از امنیت ثبات در منطقه اشاره و بر لزوم مشارکت مثبت در این زمینه تاکید شد و دو طرف ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان تصریح کردند که مشارکت بیشتر هم اقشار و گروه‌های ساکن افغانستان در تصمیم‌گیری‌های اساسی و تحقق صلح و ثبات در این کشور منجر خواهد شد. پاکستان و جمهوری اسلامی در این بیانیه مشترک از گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان که امنیت این کشورها را تهدید می‌کند نام نبرده است، اما گفته می‌شود تحریک طالبان پاکستان که برای امنیت پاکستان و جیش العدل که برای امنیت جمهوری اسلامی ایران تهدید محسوب می‌شود و این شاخه خراسان دولت اسلامی داعش که تهدید مشترک برای هر دو کشور و کشورهای دیگر در منطقه از افغانستان حضور دارند. با این حال رژیم طالبان همواره به این کشورها اطمینان داده است که از خاک افغانستان هیچ تهدید علیه آنها وجود ندارد و آنها اجازه نمیدن از قلمرو این کشور علیه کشورهای دیگر به ویژه همسایگان سوء استفاده شود. پیشتر رحمت الله نبی رئیس پیشین سازمان امنیت ملی افغانستان ادعا کرده بود که طالبان با جیش العدل رابطه دارد. به گفته او این گروه در سال 2021 به پیشبانی از طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان جنگیدند که به سقوط ولایت نیمروز هممز با ایران منتهی شد. جیش العدل مسئولیت چندین حمله خونین به نیروهای سپاه پاسداران و مرزبانان ایرانی در ایالت سیستان و بلوچستان را هم بر عهده گرفته. در یکی از این عملات در نیروهای جیش العدل به کلانتری شهر راسک حمله کردند و دست کم 12 تن از نیروهای انتظامی ایران را کشتند. گفته می شود بخشی از نیروهای جیش العدل در ولایت‌های مرزی افغانستان ایران حضور دارد، اما طالبان درباره اتهام حضور جیش العدل در این کشور سکوت کردند. گروه شبه نظامی جیش العدل به دلیل حملات مسلحانه به غیر نظامیان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، ژاپن، نیوزلند و جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. در جنگ حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی آن از جمله آمریکا با طالبان، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران حامی طالبان بودند و اعضای این گروه در این دو کشور یک حیات خلوت امن در اختیار داشتند و بخشی از نیازهای مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و نظامی طالبان با کمک‌های تهران و اسلام آباد تأمین می‌شد. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه شما باشد.